خب عشق یعنی سرنهی بر شانه ای، بشنوی از شانه ای افسانه ای. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیز و ارجمندم. امیر درخشان با ماست، برنامه رو هدایت فنی میکنه. خب چند هفته ایش داریم گفتگو میکنیم با دکتر اسماعیل نوریالا درباره مجموعه فعالیت های روشنفکران، به ویژه فعالیت های تشکیلاتی اونها در دوران پیش از انقلاب، خلاقیت های هنری چه در قلمرو شعر چه در قلمرو قصه نویسی، رمان، سینما. این به نظرم فصل خیلی مهمی است. این به اصطلاح پیشرفت هایی که ما امروز شاهدش هستیم در کار سینما واقعا ریشش در گذشته است. یعنی ریشش رو میشه در گذشته جستجو کرد، شخصیت هایی مثل بهرام بیضایی، خود آقای عباس کیارستمی و بقیه. دکتر نوریالا عزیز درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، همکاران و بینندگان شما. خب همینان به خاطرتون از که بار گذشته جلسه تشکیل شد در منزل آقای سپانلو یا در منزل آقای بیازی، کجا بود بیازی؟ منزل اگر که منظور جلسه هیئت دبیران کانونه در خونه آقای سپانلو بود. سپانلو بود. آقای دکتر اسماعیل نوریالا انتخاب میشن به عنوان رئیس جلسه و بحث و گفتگو. نه اون جلسه ببخشید در منزل آقای هوشنگ گلشیری بود. هوشنگ گلشیری، بله. خب بفرمایید آقای نوریالا. خب شما بارها نام بهازین رو در مجموعه خاطرات خودتون بر زبان آوردید. مطمئنم که خیلی از جوانهای ما نمیدونن بهازین کیست. محمود اعتمادزاده بهازین، بیشتر اون رو معرفی بکنید. فقط همه ما میدونیم که او یکی از برجسته ترین مترجمان دوران ماست. او بسیاری از آثار کلاسیک روس رو به جامعه کتابخان ایران معرفی کرد، نثر فوق العاده ای داشت. گاهی وقتا من وقتی مثلا آقای نوریالا دو مجموعه از کارهای آقای بیازین رو میخوندم و در کنار هم قرار میدادم، مثلا یکیش بود از فرض بفرمایید تولستوی، یکی بود از یعنی مثلا گورکی، بعد فکر میکردم که هر دور یه نفر نوشته، یعنی نثر خود بیازین غالب بود بر در واقع زبان دو نویسنده متفاوت روس. بله ولی به هر حال وقتی که نثر رو میخوندم متوجه میشدم که واقعا چه تبحر احاطه‌ای داره بر زبان فارسی. میخواستم نظرتون درباره او جستجو عرض کنم که البته من نمیتونم قاضی خوبی باشم راجع به مسئله، برای اینکه نه زبان روسی بلدم که البته بهازینم بلد نبود و نه زبان فرانسه که بهازین از فرانسه ترجمه میکرد. ولی همواره در طول این سالها من از احمد شاملو میشنیدم که میگفتش که این ترجمه ها هیچ کدوم عرض کنم که قابل اعتماد نیست و حتی یادم خودش دست به عرض کنم که اون ترجمه مجدد کتاب دون آرام زد که اول به آزی مثلی که ترجمهش کرده. بله بله دون آرام به آزی. بنابراین راجب ترجمه هاش من نمیدونم، ولی به حال یه آدم بسیار سخت کوشی بود، کارهای گرانقدری رو انتخاب میکرد، ترجمه میکرد و بالاخره نسل قصه نویس های ما یا رمان نویس های ما از سال مثلا 40 به بعد دیگه خیلی مدیون بهازین هستن. خیلی خیلی من اون وقت این با بهازین عضو کمیته مرکزی هم بود، کمیته مرکزی حزب توده یا نه؟ نه عضو کمیته مرکزی نبود. نه خیر، ایشون که تا زمان انقلاب که اصلا انکار میکرد ارتباط خودش رو با حزب توده، بعد از انقلاب یعنی در جریان شورش ها و بعد انقلاب ایشون یه حزبی رو خودش درست کرد. آها. و بعد هم که از کانون نویسندگان اخراجش کردن، ایشون رفت و اون شورای نویسندگان و هنرمندان رو درست کرد. در اونجا هم مدعی بودش که این شورا ربطی به حزب توده نداره، ولی کاملا مشهود بودش که همه اینها به وسیله حزب توده اداره میشه. مثلا در جناهی که آقای بیازین بود، اون جناه آقای کسرایی و بقیه هم عضویت داشتن یا اینکه نه اینا در کانون نظرات مستقلی داشتن و به هم کاری نداشتن؟ عرض کنم که نه، اصلا آمدنشون به کانون وقتی بود که
نادر ابراهیمی رفت و بهازین رو قانع کرد که اون اعلامیه علیه کنگره رو امضا کنه. آها. یعنی اونا به نادر گفته بودند که اگر بهازین امضا کنه ما امضا میکنیم، نکنه نمیکنیم. بهازین اون موقع سردبیر نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی بود در سال 46 و یه چیزی رو به نام پیام نوینی همچین نشریه رو منتشر میکرد اگه خاطرم درست باشه، و دفتری داشت در اونجا و سردبیر مجله بود. نادر ابراهیمی میره پیش او و با او صحبت میکنه و او استقبال میکنه، میگه باشه من اینو امضا میکنم، این متن خوبیه. و اون که امضا میکنه بعد کسرایی و عرض کنم که سایه هم امضا کرد. این است که در طول ماجرای کانون نویسندگان این سه نفر به اضافه عرض کنم که فریدون تونکابونی، به اضافه جعفر کوشابادی، اینا یک گروه پنج نفره بودند که به حال تمایلاتشون رو ما میگفتیم تمایلات توده‌ای. همان گونه که مثلا آشوری و عرض کنم که هوشنگ وزیری و نادرپور و عرض کنم ماها یک گروه مستقلی بودیم که اغلبمون خودمون رو شاگردان خلیل ملکی میدونستیم. یه بر دیگه‌ش هم عرض کنم که آقای آل احمد بود و خانم سیمین دانشور و دکتر براهنی و اینها که اونها در واقع رنگارنگ تر از این بقیه بودن. این دوتا جناح بیشتر دارای تمایلات تشریح شده معینی بودن، ولی توی دستگاه آل احمد همه جور آدمی پیدا میشد. محمد حقوقی مثلا از اصفهان شاگرد آل احمد بود. مهم این بودش که در دهه آغاز دهه چهل و با آمدن دکتر امینی و بعد اصلاحات ارضی و اینها، این گروه های مختلفی که حالا به دلیل همسن بودن، به دلیل هم مدرسه بودن، به دلیل هم زندان بودن، چون خیلی ها مثلا توده ای ها در زندان خیلی با هم الفت گرفته بودن، هر کدوم از این گروه ها موفق شدن که نشریات خودشون رو داشته باشن. یعنی شما که می رفتید روی دکه مثلا کتاب فروشی انتشارات نیل می دونستید که مثلا این کتاب ها مال توده ای هاست، این کتاب ها مال نیرو سومی هاست، این کتاب ها مال آل احمدی هاست. خیلی واضح و روشن. جالبه آقای بله بله بفهم بگید بگید یاد تو نره بقیه شو بگید. این ماجرای بهازین رو من از اونجا وارد شدم. میدونید بهازین در زمان رضا شاه افسر نیروی هوایی بود و وقتی که متفقین حمله کردن به ایران از شمال و جنوب، ایشون افسر روی کشتی جنگی ایرانی بود که مورد اصابت یکی از خمپاره های روسا قرار گرفته بود و دست چپش قطع شده بود. و خب جالبه که ما از یک سو او رو یک شخصیت متمایل به شوروی میدونستیم و از سوی دیگه این دست خودش رو در راه مثلا دفاع از ایران با خمپاره روسی از دست داده بود و همیشه این آستین کتش رو تا میزد و با یه سنجاقی وصل میکرد به بقیه آستین. من اولین باری که ایشون رو دیدم سال 1342 بود که ایشون شده بود سردبیر کتاب هفته، یعنی اول آقای حاجی جوادی و بعد احمد شاملو و بعد نوبت رسیده بود به بهازین که کتاب هفته رو منتشر بکنن. و در این جریان احمد رضای احمدی که یه شاعر جوانی بود و هنوز اصلا کسی نمیشناختش و اغلب مسخرش میکردن، اما جزو دوستان ما بود در اون چیزی که ما داشتیم درست میکردیم به نام انتشارات طرفه، ایشون بلند میشه و چند تا خیلی جالب. اول اینو بگم که وقتی که یه کتابی در میانه به نام طرح که نخستین شعرهای احمد رضا احمدی توی اون چاپ شده بود، همه اشتیاقش این بودش که ببینه احمد شاملو راجع به او چی میگه. بنابراین میره میگرده آدرس احمد شاملو رو پیدا میکنه و کتابش رو دستش میگیره و میره در خونه احمد شاملو وای میسته
تا اینکه احمد شاملو از خونه میاد بیرون و میره جلو سلام میکنه و میگه که این کتاب من کتابی شعرهای منه. شاملو هم یه ورقی میزنه و کتاب پسش میده و میگه که آقا این حرفا چیه و اینا. خیلی احمد رضا دکوراژه شده بود، چیزی خودش از دست داده بود، تا اینکه آمد گفتش که من رفتم به دیدن آقای بهازین در همین کتاب هفته و ایشون خیلی هم از شعرهای من خوشش آمد و گفتش که من این شعرها رو چاپ میکنم و چند تا شعر احمد امرزا احمدی رو اون موقع چاپ کرد و حتی یه مقدمه ای هم برش نوشتش که این جوان این طور است و اون طور است و اینها. خلاصه احمد رضا خونش هم مثلا 4-5 کوچه توی خیابان ایران با خونه بهازین فاصله داشت و در نتیجه مرتب میرفت در خونه بهازین و بهازین هم ازش استقبال میکرد و میرفت و نزدیک شد بود بهازین. همون موقع دوست دیگر ما توی انتشارات طرفه که جعفر کوشاوادی بود، او هم همون موقع به بهازین جلب شد و خیلی جالبه چیز، جعفر کوشاوادی شاعر شعرهای بسیار ساده و روان و در عین حال سیاسی و انقلابی بود. احمد احمدی شاعر موج نوعی عرض کنم که پیچیدگی و غیره و این دوتا هر دو جذب بهازین شده بود. به هر حال احمد رضا به من گفتش که اگر که دلت بخواد بهازین رو ببینی من امروز دارم میرم دیدنش، تو هم بیا بریم بدیدنش. منم خوشحال گفتم که حتما از خدا میخوام. رفتیم با هم خونه احمد رضا احمدی و از اونجا پیاده خیابون ایران رو گرفتیم، رفتیم بالا، پیچیدیم دست چپ توی یه کوچه ای که انتهاش میخورد به مسجد سپهسالار و این همون کوچه ایه که بعداً مدرسه علوی توش بود و خمینی اول رفت اونجا اقامت کرد و افسران ارتش شاهنشاهی رو اونجا در پشتبان مدرسه تیبارا کرده. خونه بهازین خیلی فاصله نداشت با اون مدرسه علوی. به ما رفتیم اونجا و خب منم دل تو دلم نبود که یه شخصیت بزرگ ادبی خودمون رو میخوایم ببینیم و اینها. من اصلا به مسئله سیاسیش کاری نداشتم، برای من او مترجم بالزاک بود، مترجم چرم ساغری و این حرف هم زندگی ما رو با ترجمه های خودش شکل داده بود و عوض کرده بود. و حال در زدش احمد رضا در خونش و خود بهازین در رو باز کرد و یک آدم خیلی موقر و ایستاده، موهای بلند صاف براقی که آدم فکر میکرد مثلا روغن زده اینطور شونه کرده بود به طرف عقب، با یه صورت استخوانی احمد رضا معرفی کرد، گفتش که این دوست من آقای نوری علاست که میخواد مثلا با شما رو ببینیم. اونم گفت بفرمایید و رفتیم تو و شروع کرد راجع به ادبیات، راجع به شعر. خیلی آدم خوش سخنی بود وقتی که عصبی نمیشد. اگر عصبانیش میکردید به شدت سرخ میشد و به لکنت زبان میفتاد، اینطوری نمیتونست دیگه حرف بزنه. ولی وقتی که آرام بود بسیار مطبوع و قشنگ حرف میزن. چیزی که من یادمه از بهازین این بود که به من گفتش که من میخوام به شما یک نصیحتی بکنم. خب گفتم که خیلی ممنون میشم، بفرمایید. گفت من فکر میکنم که برای این که شخصیت پیدا کنید شما باید همیشه تصور بکنید که یک سرنیزه زیر چونه شماست و اگر شما بگین آره این سرنیزه فرو میره توی چونتون، همیشه باید بگین نه تا خلاص باشی. یعنی به حکومت بگین نه؟ بله بله، یعنی به حکومت بگین. این نصیحتی بود که اونجا کرد و بعدم وقتی که فهمید من در دانشکده ادبیات رشته انگلیسی هستم به من پیشنهاد کرد که خب شما هم بیاین برای کتاب هفته مطالبی رو ترجمه کنید. که منم یک سری کار تو کتاب هفته ترجمه کردم، مثل مثلا یه قسمتی از داستان ساویتری، یه تکه‌ای هست از کتاب مهابهاراتا که کتاب مقدس هندیانه و 2000 سال سابقه داره، یه مجموعه قصه هایی مثل کلیل و دمنه میمونه که یکیش راجب
شخصی است به نام ساویتری که این رو ترجمه کردم برای اولین بار بردم براش. اتفاقا با سپانلو رفتیم پیشش و سپانلو هم یه دور ترجمه منو نگاه کرد، یه سری جاهاشو تغییر داد و گفت اینطوری بهتره و اینا، و خلاصه یک متن منقعی رو بردیم پیش بهازین. بهازین هم خوند و گل از گلش شکفت و گفتش خیلی خوبه. و اون هر هفته روی جلد عرض کنم که کتاب هفته اختصاص به یکی از مطالب داخل کتاب داشت و اون هفته مطلب ساویتری بنده آمد روی جلد. و خب برای من که تازه 21 سالم شده بود خیلی اتفاقی بوده، مهمی بود، انقلاب بوده. به هر حال ادامه دادیم با هم دیگه و تا اینکه ایشون از کتاب هفته رفت و کتاب رفتش به انجمن ایران شوروی و شد سردبیر پیام نوین و دیگه من ارتباطم باهاش قطع شد. از بین ما کسانی که با او ارتباط داشتن باز جعفر کوشابادی بود، نادر ابراهیمی بود و احمد رضا احمدی. که وقتی که جریان کانون نویسندگان پیش آمد و ما مأمور شدیم که بریم از اشخاص مختلفی امضا جمع بکنیم که خیلی ها امتناع میکردن، نادر ابراهیمی سراغ کسرایی رفت و عرض کنم که سایه، و اونها گفته بودن که بهازین باید امضا بکنه تا ما هم امضا بکنیم. به این ترتیب اون روز فکر کنم 15 اسفند سال 46 بود که ما همه تو خونه آل احمد جمع شده بودیم که تصمیم بگیریم با این اعلامیه علیه کنگره چه بکنیم، که یهو دیدیم در باز شد و بهازین و کسرایی و سایه و عرض کنم که فریدون تنکابونی و جعفر کوشوادی هم از در وارد شدن و این هممون حیرت کردیم، برای اینکه اصلا تصور نمی کردیم که اونها بخواهند اینطور تنگاتنگ با بقیه کار بکنن. و در نتیجه خب داستان کار نویسندگانه که خدمتتون عرض کردم. و به هر حال بهازین همیشه جزء هیئت دبیران کار نویسندگان بود و حتی بیانیه یا مرامنامه کانون نویسندگان رو هم ایشون نوشت، چون اساس نامه راجع به مسائل تشکیلاتی صحبت میکرد و ایشون معتقد بودش که باید کانون یک مرامنامه داشته. که یادمه هنوز این جمله بهازین، یادمه که مرتبا میبینم که در همه نوشته هایی که راجع به سانسور و اینها میشود تکرار میشه و اون اینه که ما خواهان آزادی های بی حس رو عرض کنم که یک کلمه دیگه هستیم. این آزادی بی حس رو بهازین آورد توی این ماجرا. و من البته هر وقت بهازین رو نگاه میکردم یاد اون نیزهه که باید فرو میرفت توی چونه بودم، تا این که بعد از انقلاب سال فکر میکنم یه دو سالی بعد از انقلاب بود که من آمده بودم به لندن و باز در خونه خانم شکوه میرزادگی، بله خانم شکوه میرزادگی، باز مهمانی بود و یک نفر از تهران یک نوار ویدیویی خودش رو ویدیویی رو آورده بود که ما که در لندن نمیتونستیم مثلا تلویزیون ایران رو بگیریم نگاه بکنیم، خبر نداشتیم، میدونستیم که توده‌ای ها رو گرفتن و رفتن اینا عرض کنم که چیز کردیم. و این نوار اعترافات بهازین بود و من همینطور شاید یه هفته مریض شده بودم بعد از اون، وقتی که میدیدم که این آدم روبروی دوربین نشسته و میگه که من همه عمرم به مملکتم خیانت کردم، پشیمانم، فلانم فلانم، این حرفا واقعا برای من تأسف آور بود. و حتی یادمه که خانوم بهازین که زن بسیار شایسته و محترمی بود و داشت نامه ای نوشت به آیت الله منتظری اون موقع و بهش نوشتش که شما با شوهری که من نمیدونم مثلا 40 سال باهاش زندگی کردم چه بلایی سرش در آوردید که او دست توی لجن میکنه و به صورت خودش میماله. عجب. خیلی فاجعه بزرگی بود. یه دفعه من آقای نوریالله در شیراز بودم و بعد از انقلاب بود و داشتن
خسرو خان قشقایی رو محاکمه میکردن، دستگیرش کردن، در فیروزآباد آورده بودنش رو. جالبه که اول اعدامش کردن، بعد جسدش رو شلاق زدن در میدان فیروزآباد. قبل از اونم یه مصاحبه تلویزیونی بهش انجام دادن. خودش متوجه شده بود که به چه قصده این مصاحبه تلویزیونی. ازش پرسن که شما آیا با ساواک ارتباط داشتی؟ گفت بله. با دربار؟ بله. از اونا پول میگرفت؟ گفت بر من مزدور اونا بودن. با سیایه چی؟ گفت بله، من با سیایه هم ارتباط داشتم، از اونا پول میگرفتم. گفت طرفدارای شما کی بودن؟ گفت طرفدارای من فواحش بودن، روسپی ها بودن، قوات ها بودن. حالا به همین سرا خودش متوجه شده بود و واقعا هم طنزی بود، یعنی اون مصاحبه. و من خیلی افسوس خودم متوجه شدم که چقدر اوضاع عوض شده و یه دوران مدهش در تاریخ ایران پدید آمده که باید منتظر عواقب سختش بود، ولی فکر نمی‌کردم اینقدر به درازا بکشه. واقعا بعدها که اسناد کار رو بشه معلوم میشه که با اینها چی کار میکردن. مثلا با احسان طبری، یه آدم دانشمند، حالا من کاری به توده‌ای بودنش و اون حرفاش کاری ندارم، ولی به هر حال یکی از قله های روشنفکری ایران بود و واقعا محضرش محضر کلاس درس بود. من درست. چندین بار بعد از انقلاب ایشون رو ملاقات کردم، همیشه استفاده میکردم. و این اونطور مثلا اون کتاب گمراهه رو نوشت، یا خود کیانوری گمراهه یا کجراهه؟ بله کجراهه. کجراهه، کجراهه، بله. خیلی اصلا میدونی که واقعا یعنی که مارکسیست سرشناس بود. اینا رو دوچار روانگردانی میکردن. بله که اینا اصلا یه شخصیت دیگه میشدن و با همون استحکامی که قبلا استدلال میکردن حالا علیه خودشون حرف میزدن. حالا این نکته که از زندیات قشقایی گفتید، ایشون آگاه بود که داره مسخرگی میکنه همین ماجرا رو، ولی اینها خیلی جدی حرف میزدن. مثلا چیز بهازین چون اهل رشت بود، بله، خیلی همیشه برای میرزا کوچیک خان احترام قائل بود، ولی توی اون مصاحبه ها من دیدم که مثلا خیانت از زمان میرزا کوچیک خان آغاز شد و شروع کرده بود این مطالب رو مطرح کرد. اینا به نظرم طنز بوده دیگه. شهریار رو وقتی گرفتن که به خاطرتون باشه، شهریار کنار منقل نشسته بود وقتی ریختن در خانهش، و بعد این خبرنگار ناجوانمرد این میکروفون رو برده بود طرف دهان این شخصیت بزرگ و بهش گفت که بهترین شعر رو که در زندگی شنیدی چیه؟ گریه کرد، گفت خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی. گفت این بهترین شعری غزلی بودی که من در تمام زندگی شنیدم. و بعد شروع کرد اشک ریختن. بله اون متوجه طنز قضیه نشد، ولی خب خیلی ها متوجه شدن که این مرد محترم تو این شرایط که او رو گیر انداختند و حالا دوربین هم به طرفشه، در چه وضعیت روحی به سر میبره. خیلی غم انگیزه. یک کسانی مثلا مثل آقای سایه هوشنگ ابتهاج، خب ایشون یکی از چهره های متنفذ سازمان رادیو تلویزیون بود و با همه تفاصیل عضو کانون نویسندگان هم بوده، اخیرا هم که ظهور خیلی نیرومندی داشته در مصاحبه ها و اینها و روی جلد رو دیدم، ولی همیشه مسئولیت داشته هوشنگ ابتهاج. عرض کنم در مورد هوشنگ ابتهاج من اطلاعات زیادی ندارم، اما چند مورد رو خودم شاهدش بودم که برای من اعجاب انگیز بود. من در دوران قبل از انقلاب هیچ حشر و نشری با ایشون نداشتم، جز اینکه یکی از دوستان نزدیک من در سازمان برنامه که رشتی بود، ایشون با ابتهاج از دبیرستان با هم دیگه همکلاسی بودن و خیلی نزدیک بودن و او دو سه بار من رو بردش به خونه ابتهاج که ابتهاج در شرکت سیمان کار میکرد، که شرکت سیمان در واقع اساسا در تویول ابتهاج ها بود و زندگی متنعمی داشت. عرض کنم که یه کلکسیون بسیار بزرگ صفحات موسیقی داشت و غیره. من اساسا چون شاعر موج نو بودم و با شعر کلاسیک خداحافظی کرده بودم، با اینکه اعتقادم بر این بودش که شاید قوی ترین و برجسته ترین شاعر
زنده کلاسیک سرای ایران ابتهاج هست، اما در کار شاعری میدونستم که اون اصلا ماها رو قبول نداره و اصلا تو کار شاعری حتی به نمیدونم کسرایی هم زیاد اعتقاد نداشت که در واقع شاعر نیمایی بود. این بودش که آشنایی من بیشتر بعد از انقلاب با کسرایی آغاز شد، به این معنی که من نمیدونم که در جلسات گذشته من توضیح دادم که جریان اخراج توده‌ای ها از کانون نویسندگان چگونه انجام گرفت. من دیگه قاطی کردم، هیچ یادم نمیاد چیو گفتم چیو نگفتم، ولی من جزو کسانی بودم که با اخراج توده‌ای ها از کانون مخالف بودم و میگفتم که اگر که اینا اخراج بشن، خبرم داشتم چون به هازین صراحتن به من گفته بود که ما میخواییم بریم و یک تشت کانون نویسندگان خط امام درست بکنیم. عجب. و من میگفتم که اگر چنین بشود، اینها میرن کانون خط امام رو درست میکنن، این کانون میشه کانون ضد خط امام و در نتیجه میان هممون میگیرن، در کانونم میبندن، ما نگذاریم که اینها از کانون برن، که البته مورد موافقت دوستانم مثلا سعید سلطانپور، خود دکتر خویی، عرض کنم که آقای باقر فرهام، آقای احمد شاملو، اینا کسانی بودن که اون موقع دبیر کانون نویسندگان بودن، این پیشنهاد من مورد موافقت قرار نگرفت و اینا رو اخراج کرده و من هم به اعتراض به این کاری که اینا کرده بودن از کانون نویسندگان دوم استعفا دادم، که بعدن هم خود همین دوستان یه اعلامیه دادن که در چیز استعفای نوریالا به دستور حزب توده بوده و این سرآغاز نمیدونم استعفاهای دیگر خواهد بود، در حالی که خودشون میدونستن که من هیچ ارتباطی با حزب توده نداشتم. منظورم اینه که به علت استعفای من خیلی این دوستان به من توجه کردن و تشکر میکردن که تو مثلا چنین کاری کردی و علناً آمدی استعفا دادی، و رفت آمد من با خونه ابتهاج در واقع از اونجا آغاز شد. من در دو سال اول انقلاب که به تفاریق در ایران بودم، میرفتم ابتهاج رو میدیدم و غیره، و مثلا من یادمه که ابتهاج وقتی که از شوروی تعریف میکرد، این مسلمانی بود که از مثلا مکه تعریف میکنه و مثلا میگفتش که یک سفر رفتیم به شوروی و نمیدونم این قطار که در عرس باید پیاده میشدن و سوار قطار روس ها میشدن برای که فاصله بین ریل های قطارهای روسی و ایران مساوی نبود و قطار نمیتونست حرکت خودش رو ادامه بده، بعد واگن عوض میکردن، میگفتن که این ها میگفتش که با چهره عبوس و رفتار بدی ما رو روس ها بردن به اونجا، اما وقتی که فهمیدن که ما کی هستیم، یک مرتبه ورق برگشت و دیگه چه پذیرایی کردن از ما و غیره. یعنی با یک اشتیاق عجیبی مثلا از سفری که به مسکو کرده بودن زمان شاه تعریف میکردش. چقدر خیلی هم میاد که دارم قطع میکنم شما رو به خاطر وقت ما تمام شیادتون باشه. ببخشید صدای شما بریده بریده است. خیلی هم میاد مجبورم قطع کنم به خاطر که برنامه به سر آمد. یادتون باشه همینان ما رو آقای دکتر نوریالا کجا بردن؟ سوار قطار شدیم، ریل ها پهن‌تر ریل های روسیه، و همراه آقای هوشنگ ابتهاج که شخص شیفته روسیه است. تشکر آقای نوریالای عزیز، تا ادامه گفتگو در جلسه بعد. بله، من هم یاد داشت کردم که یادم نره کجا بودم، در خدمتون خواهم بود، روز بشتن خوش. تشکر. یه نوبت هم راجع به سینما صحبت میکنیم و بخش جالب غذایان. خداحافظ شما.